به شما هم‌میهنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی. براتون در هر جا که هستید آرزوی سلامتی و سرفرازی دارم و امیدوارم در برنامه تقاطع خبرهای امروز با ما همراه باشید. در برنامه امروز ابتدا گزارشی داریم از ادامه جنگ و جدال در رژیم بر سر برجام. گزارش دیگه ما درباره افتضاح فامیل بازی در رژیم که گوشه‌ای از اون با رسوایی انتصاب داماد آخوند روحانی برملا شده. مطلبی هم داریم درباره رواج برخی عذرخواهی‌های فانتزی در رژیم. در برنامه امروز همینطور گزارشی از روزنامه‌های حکومتی از نظرتون خواهد گذشت. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره. در حالی که باند روحانی همچنان اصرار داره که برجام یک پیروزی بزرگ برای نظام بوده و حالا هم یک سپر امنیتی برای رژیم محسوب میشه و از همین زاویه بر تصویب FATF تاکید میکنن، در مقابل دلواپسا بر حملات خودشون به برجام و FATF و متولیان اون افزودن. اما به رغم این تک و پاتک های پایان ناپذیر، فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت و روابط خارجی مجلس ارتجا در اظهاراتی با اشاره به حضور خودش در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای بررسی موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس ارتجا در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود گفت که معتقدم احتمال تصویب این لوایح بیشتر از عدم تصویب اون باشه. توجه شما رو به گزارشی در این باره جلب میکنم. سعید جلیلی که سالها ریاست هیئت تیم مذاکرات هسته‌ای را به عهده داشت، طی مراسمی در دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به شکلگیری توافق برجام گفت حدود 100 حق ملت در برجام انصراف شده که از آن یک سومش حق تحقیق و توسعه است و به صراحت گفته شده که ملت ما نباید در این حوزه تحقیق و توسعه انجام دهد. جلیلی با حمله به روحانی و ظریف افسود الان میگویند غرب همه عالم نیست. اگر نیست چرا خود را معطل چند کشور اروپایی نگه داشته اید؟ اگر نیست پس چرا میگویید به دلیل بهانه‌گیری چند کشور اروپایی باید فلان کنوانسیون را بپذیرید؟ اگر نیست پس مترسک‌هایی که از غرب بلند کردید را زمین بگذارید. در یک مناظره دیگر که بین شکوری راد از مهره‌های اصلاح طلب و آخوند نبویان از اعضای سابق مجلس ارتجاع و سردمداران دلواپسان ترتیب یافته بود، شکوری راد در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به برجام گفت نظام در جریان برجام بین گزینه‌های بد و بدتر بد را انتخاب کرد تا با قدرت‌های دنیا به توافق دست یابد. آخوند نبویان در مقابل گفت برجام سودی به حال اقتصاد کشور نداشت و بلکه به آن ضرر رساند. وی با بیان اینکه برجام کمکی به حل مشکل گرانی نکرد اظهار داشت برخی می‌گویند با برجام تحریم‌های اقتصادی از میان برداشته شد، در حالی که این تحریم‌ها چند برابر شده است. نبویان گفت قرار بود بعد از برجام بانک‌های خارجی با ایران ارتباط داشته باشند، ولی این مهم هنوز محقق نشده است. سایت‌ها و روزنامه‌های دلواپسان نیز بر حملات خود به برجام و FATF و مدافعان آن افسودند. کیهان خامنه‌ای که قبلاً پیش‌بینی کرده بود ترامپ هرگز از برجام خارج نخواهد شد و اکنون باند اصلاح طلب آن را به رخش می‌کشند، در شماره دیروز در دفاع از خود نوشت این به اصطلاح استدلال مدعیان اصلاحات نیز تایید دیگری بر نظر و پیشبینی کیهان است، زیرا کیهان بارها اعلام کرده بود که برجام برای آمریکا یک سند طلایی است و هرگز حاضر نخواهد شد این سند طلایی و امتیازات بادآورده‌ای را که به آسانی از ایران دریافت کرده است از دست بدهد، ولی آمریکا از برجام خارج شد. اما چگونه؟ ترامپ در حالی از برجام خارج شد که مطمئن شده بود ایران بعد از خروج او کماکان به حضور خود در برجام ادامه می دهد، یعنی دقیقاً همان که امروزه اتفاق افتاده است. در ادامه این مطلب آمده است البته کیهان باور نمی کرد و با هیچ عقل سلیمی هم باور کردنی نبود که دولت بعد از خروج آمریکا از برجام نیز کماکان در این سند پاره شده که دیگر وجود خارجی نداشت باقی بماند و هیچ یک از امتیازات فراوانی را که به حریف داده است پس نگیرد. آخوند سالک یکی از سردمداران دلواپسان در مجلس ارتجاع
درباره اظهارات اخیر روحانی که مخالفان برجام را عامل افزایش 20% قیمت کالاها دانسته بود گفت در گذشته تمام مشکلات کشور با برجام گره زده می شد. امروز نیز شاهد هستیم دولت راه حل مشکلات را در معاهداتی همچون FATF، CFD، IPC و شبیه اینها جستجو می کند.